ما پشتونا یک گپ میزنیم یک آدم که در مرگ خود بمره، ما میگیم او را میگیم که در فاتحه شام نمیره، میگیم این دوست بود در مرگ خود مرد. ما را باید مردم بکشه که باز افتخار کنیم که ما مردیم. فامیلی ما اتو مردم هستیم. مردکی 70 ساله در لایف نستو آمد، قوارش چاق، کلشکل، با زبان فارسی صحبت میکرد و گفت ما پشتون هستم. گفت هر کسی که در قوم ما به حالات عادی مماره یا فوت کنه پیش ما بیناموس است. گفت در قوم ما که پشتون کلش در مجموع گرفت، گفت هر کسی که به شکل نرمال فوت کنه بیناموس است. ما خوش ما میای که ما کشته شویم. برادر، وقتی که ما جهالت تا این سطح میبینیم شوق میبینیم ما تاجکا. 90-100% پشتون ها در حالت عادی فوت میکنن. از دید امو بیناموس که آمد و یک خر بود، کل پشتون توهین نکد. چند نفر پشتون استاد شد در دهنش زد. دمی لایف که کل پشتون ها سیل دارین، کل فامیلایتان، بیبیتان، پدرتان، مادرتان، اعضای فامیلتان به شکل عادی فوت نکرده. نه تنها که انتقادش نکردین، حتی گپای از او را گرفتین، عکسکای خودتان ماندین، گپ از او را ماندین، افتخار کردین. خود جهالت است دیگه. کدام تاجیک آمده گفته که انتحاری را افتخار بدانه؟ کدام هزاره آمده؟ هزاره میره در ورزش مدال میره. تاجیک انتحاری را محکوم میکنه، انتحاری را حرام میدانه. زازه پشتون تبار پکتیاوال دلایف میه بارخ و بیسار سرخ. انتحاری را افتخار قوم پشتون میدانه. همین توهین به پشتون است یا افتخار به پشتون است؟ او کل پدر لعنت 70 ساله خر میه میگه که هر کسی که به شکل عادی بمره او بیناموس است. اینالو که 70 سال یک نفر خر باشه و از خرگری نبرایه، خب ما مجبور هستیم که احساساتی شویم و انتقاد کنیم. اما انتقاد کردن به این معنا نیست که ما کل قوم پشتون در این قسمت مقصر بدانیم. ماشاءالله ایره فعلا بانک اولین بار از چرش ظاهر شده، ولی نامش 20 سال است که همگی مردم افغانستان با نامش آشنا هستند. چریش تازه آشنا شده. متاسفانه خیلی از مردم مظلوم هم یا کشتن. سراج الدین حقانی نامشان است، وزیر داخلی فعلی که 10 میلیون دلار هم جایزه دارند.